میشد، رفتن غم رفتن شاه، اومدن شادی میشد. حالا چی اومد گیرمون، حالا چی شد نصیبمون، بنی صدر زبون دراز، تسبیح و مهر و جان ماست، تسبیح و مهر و جان ماست، چاقو کش کمیته سال. اول انقلاب همه ساده و ساده لح بودیم، چه بی خبر ز یزدی و صادق قدزاده بودیم. حالا چی اومد گیرمون، حالا چی شد نصیبمون، بنی صدر زبون دراز، چاقو کش کمیته سال. آرام باشید، آرام باشید، هجرت پیغمبر را میخواهم. واجب هجرت پیغمبر که میتواند، اون آقا رو اولش نده، اون خودش ازش داره میره، که میتواند نشان دهنده این باشد که انقلاب ما دایره مکانی و زمانی خاص خود ندارد. بابا این فروی خورده بیا نزدیکتر، نا چاقش کن، نا کنتم، کی گفته گوه خورده فشارش نده. صحبت های آقای بنی صدر رو شنیدید و فکر میکنم که الان اولین سلام و شب خیلی که به تمامتون بکنم و ناشیات میدید که شوشوی میخواه که نوره یه نستی خواه که نوره که آقا بنی صدر بیاد برای شما صحبت بکنه، چون برجت های جمهور اعتقابی شما هستش و من بهش احترام میذاریم، ولی خب شاه رو که پرون یه رفتش و الان اعلی حضرت همایون شاهنشاه یا مهر رو که حتما صداشو خیلی شنیدید و فکر میکنم که اعلی حضرت اینجا باشن و آواز انقلابی که من خوندم دلیلی نمیشه که بنده شاه رو دوست داشته باشم یا از شاه خوشم بیاد یا از شاه بدم بیاد، اما الان برای شما میخوام یک صحبت خیلی قشنگ بکنم راجع به اینکه واقعا اعلی حضرت اینجا باشه و صحبت بکنم برای شما راجع به همه چیز، راجع به تمام کسی که دوستش داره و کتابی که آخرین بار نوشته. از شاه سوال میکنم که کتابی که آخرین بار نوشتن و اسم کتاب رو توضیح بدن که راجع به انقلاب ایران نوشتن و نظرشون بفرمایید. در پی استعفای دولت برای جلوگیری از اضمحلال مملکت، تمامیت تلاش خود و صرف ایجاد مراکز علمی و صنعتی خاص که در کتاب آخر خود بعد از تمدن بزرگ، کتابی است به نام ام المسائل فی فیگور قنبلفنگ که در باب تمامیت ارضی مملکت و وحدت ملی و حتی حاکمیت ملی که از اصول قانون اساسی است که خونبهای انقلاب مشروطیت است که بایستی مورد اجرا گذاشته شود، یکی نیست به شما ملت بیشعور بگوید که آخر خاک بر سرتون عظمت 2500 ساله شاهنشاهی ماره، حالا ماره نباشه سوسماره، دل کردید و تمدنی که توانست مملکتتون رو از دست عرب، از دست مغولها و هیتلر، حتی هیتلر نجات دهد، این گونه به باد دادید و رفتید زیر یوغ یک مشتاخوند شیفش و خاک بر سرتون. به خدا اگر برگردم خشتکی تک تکتون رو خواهم کرد. صحبت های آقای بنی صدر رو شنیدید و فکر میکنم که الان اولین سلام و شب خیلی که به تمامتون بکنم و ناشیات میدید که شوشوی میخواه که نوره یه نستی خواه که نوره چه تو این روز و روزگار بازم شاه، تو این شهر آخوندا بازم شاه، تو ایران کثافت میبینم بین این همه سک بازم شاه، من از انقلاب کمونیست میترسم، از عمر کم این آخوندا میترسم، جون میدم برای یه ذره آزادی، بیمارم که از بی دفاعی میترسم.
تو این روز و روزگار بازم ما بازم ما بازم ما این که چرا قرار راجب رشتی ها جوک میسازم؟ میدونی که راجب رشتی ها و شمالی ها خیلی جوک میسازم و تقصیرم با خود شمالی ها هستش و این به این دلیل هستش که شمالی ها معمولا توی صحبت هاشون توی آهنگاشون همیشه صحبتی میکنن که مردم براشون جوک بسازن. مثلا اون خواننده رشتی ایرج مهدیان میگه تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، چه کنم رشتی هم کاری ازم در نمیاد. یا اون یکی خواننده هستش که شمالی بازیار میگه همه رفتن، همه گفتن، همه کارشون کردن، بنده تو گفتم دوست دارم با موندم، همه رفتن، همه گفتن، همه کردن، خود خواستی تا هم بکنی. و به خاطر و ما خانم آقایون الان در این قسمت از برنامه چند پیام بازرگانی میشنویم که و بعد دوباره وصل میکنم به فریدون فراسات که دنبال برنامه رو ادامه بده. شگر به کارافته در صفای نفذلی تلویزیون سوپر ترانسری آزمایش با کلید جادو با پنج مدار سپلش رفت گرنج گاتی کوتی ملکوتی گنج اول از خواب بیدار شو، گنج دوم صابونه را آماده کن، گنج سوم بچه را بفرست مدرسه، گنج چهارم شوهرت را بفرست اداره، گنج پنجم برو خونه همسایه پرورش مهندس غلامرضا و اربابی، گنج ششم اطلاعات به دست آمده بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 هفته را بده مرکز خدمات کمپیوتری، گنج هفتم ششمی ها خواهرتون، ششمی ها مادرتون، منتظر نتیجه آزمون همگانی شما هستند، ششمی ها بر اون پدرتون، بر اون پدرتون بگین توفیقیان خوب میتراشه، خوب میتراشه، خوب میتراشه. خیلی متشکرم. آرام باشید. از باب حضرت پیغمبر میخواهم صحبت کنم. آرام باشید. تلفن رو بذاری جواب حلش نده، اون داره ازش میره. اون کلا سبزها مواظب باشن جانم. اقتصاد توحیدی میتواند اون جامعه بدون طبقه را به وجود آورد. حالا هرکی میگه ناراضی گوه خورده میگه. ما اینجا خلاصه بازی نداریم، دانشجونم و پیرو به این خطم و خطم خط شوش بایستی کار کنه. اینجا ما این کارها رو نداریم. خانم ها آقایون آرام باشید، آرام باشید. اگه میخواید صدا صحبت نکنم من، اگه میخواید نگم اصلا چون تا ثابت بکنی که هر که از ننش قهر کرده رفته خواننده شده و هر که پشت کنکور بوده رفته هنرپیشه شده و خوشبختانه انقلاب شد و در دکون ایران تخته شد که واقعا خیلی زیاد شده بودن. همونجور که میدونید اکی بتی نلی سولی قولی همون مردی که گیتارشو گرفته من مرد تنهای شبم عربده میکشه. خواه هستی که باش. چرا عربده میکشی؟ آره فریدون فراهی رو دعوت میکنم که از استان آذربایجان بیاد برای شما آواز بخوره و بعد آخر که بچگی و اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب ها و خواب ها باز یاده که پشت بون و اون باد و باد بودک و اون اشفا اون هفت اون قراشت یاده میاد یه روزی با هم اومدی جیه پشت بون که دستمون دوتا و دودا چشممون توی آسمون اون روز غر کردی بی بخون از خونمون من تنها موندم بی تو خسر و پشت بون اداد عشق ما مثل با بودک تو هوا گوشت اینهون شد خالی شده دست ما اون روز حالا ما دستامون، چشمامون، قلبامون، جفتامون، لنگامون، نرسنگ خالیه رانده دمانه هر کدوم ما گذاشته بودیم نشون که دستمون داده و داده چشمامون که آسمون رانده دمانه هر کدوم ما گذاشته بودیم نشون که دستمون داده و داده چشمامون که آسمون اون روز غر کردیدی و هنسونمون من تنها موندم بی تو خسته رو پشته بود.